تعال يا راجل دا مسترګي په لګې دل نه وی خوا اسمه دی وخت می دا سترګي پټي کړي وی خوا هم ورګ د مینې نوم شا نل دل د دې نډېر خدي لباسي خندا دا جړې دل د دې نډېر خدي لباسي خندا دا جړې وی 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 قسمته کله به ته کار کې زه پوهېږم نه خیر اسفه زه دیلې دا شپې ورځې به خدای تېرېږي تېر به شي سوزیدلیا دا بیا څنګه ځان سره داسې خبرې او ګیلې کې چا درته څه ویلي دي چا څه په تندر والی حاکم صاحب برابره قربان د شما جدي درته ویم نن را سره بالکل خوله مه خوځوه چغی عجیبه سړی نن مې چټي طبیعت خراب دی ګډوډي دلته راشه ته دلته راشه ګډوډي ما ری به شمه صحیح نه راځمه که نه راځم به خو هسې دلته راشه زه نه راځمه هغه دې اورېدلی وایي اور پسې راغلی د کور مېرمن شوې ته ما هغه کار کې اوس حکیم برابر ته وایې چې ما سره به خبرې نه کوې ګوره حکیم صاحب برابره تا ته زه احترام لرم ستا کپې ته احترام لرم ستا تجربې ته احترام لرم خو یو خبره ته کوم زما په نشه کې به تې ښه نه وي نو څه شی شوی دی وهلکه ناستو ما سار چې کته مې سره غاړه کې چې ګورمه یو ګل پوښ مڼه خوري کور دې ودان ما خو پرېږده یم هېڅ شی زړه مې نه کېږي چې څه وخورم کیسه کوه زړګی مې بند دی چې ګورم یو موټر د ګل پوښ تېر شو های های سوزیدلی دا بل موټر چې ګورم دا چخې پکې دی او درزه 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 یو حال تیر شو پړ مې د سیده راغې د سینامنګی لاله سوزیدلی هغه ورځ به کمی چې د اسمان مې پوزې ته نیولی که نه او زکامې زکام دا یاره خو حکیم صاحب نه مې پرېږدې که نه یاره داسې غاړه کې مې د پیسو هاري هغه هم د لرې د مخې د پنسدیانو او دغسې ناست یم او بېغمه عطر مې والي او بېغمه ناست یم څنګه چل دی سب سیدلی نن ډېر سور کې سور کې نه نن مې وعدې لیدې د شعرې لاله ودونو داسې ودونو خوب کې نه په رښتیا سړی وایي دا هغه څه شی وایي دا پلان کوي وایي سم د میخې غوندې دی وایي خوب کې جبې ګورې دم په خوب کې جبې کتلي دي یقین وکړئ ګوره ما په خوب کې نه دي لیدلي ما ښکاره په دې ګناهګارو سترګو ولیدل چې ګل پوښونه یو واده تېر شو بل واده تېر شو یاره سوزیدلیا او چې ته ګل پوښ ګورې نو ځان باندې والا لیونی کې چې ولې ما ګل پوښ موټر مې ودې ولیدو نو ولې زه 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 ما خیر زړه نه لرم وا وروره چې کله ګل پوښ موټر ګورې لاس به داسې کې نه د ده د زړه د تسلۍ دپاره هغه اول موټر چې دې ولیدو هغه عمرې ناجي صاحب راغلی نه د عمرې نه بیا لګېدلی شه که نه خو نن سبا د عمرې ته چې خلک ځي که نه دوی هم سم لانجه جوړه کړې وروره بلکل حکیم برابر د هر چا وس شته دی چې عمره او حج ته لاړ شي خو د رواجونو میراتونو د خاطر نه شي تللی حکیم برابره اول خو دې ټولو وطندارانو ته سلامونه او نیکې هیلې ورسېږي دلته زما څنګ کې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د مونږ دا ښایسته خپرونه یعنې کنګینه تر پای پورې وګورئ حکیم برابره دغه ځینې خلک خصوصا دا مېرمنې دانه مانه مېرمن ستا دا نیواله کنه دا تعویزونو ماویزونو پسې ډېر ګرځي چې که فکر دي ولا زه په میړه ګرانه نه یم ما سره محبت نه لري ځینې خو یې دومره ناامید دي لس اولادونه به یې راوړي چې واده ته یو چېرته خادۍ ته لاړ شي بله ښځه تېنه پوښتنه کوي خورې څنګه مېړه دې ده مېړه دې څنګه ده دا به پړنګ په زړا شي خدای دې ښه ورځ نه ورکوي الله دې ښه ورځ نه ورکوي د دې د لاسه ما صحیح محبت نه لیدو وا خورې لس خو دې راوړي صحیح محبت ته څه شته یاره همېش که فکر دي دغه تعویزو پسې ډېر ګرځي زه څه وایم زه دیتیو مشوره لرم ای مشوره ورکه بیا بس زه وایم دی تاویزو پسې مګرځئ یو کار وکئ مهرباني وکئ ګوره یو خاون بیچاره له کاره ستړی کور ته راځي صحیح شو کلن هغه خپل نظافت خپل لباس نو اوس ته خپله فکر وکړه وروره هماغه کالو کې ته ځای جاړو که هماغه کالو کې مثال کنه دا ځینې ځایانو کې شته ده غواګانې لشه هماغه کالو کې ماشوم ته نیواله بیا پمپر وتړه هماغه کالو کې کالو مینځه هغې کالو کې اشپزخانه کې دیږو که نو ګوره قربان اول خو چې نیواله یې تلته پرتی خاون هلته پروت ده بیچاره تروش تروش بوی درنه راځي لکه د دواړو پالیز کې سړی پروت دی کله دا خپل نظافت صحیح کړه که ته خپل نظافت صحیح کړې که تا سره خپل مېړه محبت وکړه صحیح ده تعویزونه تېره شه داسې یو
کس ما تراغله یا زنانه وا خواه مینه خانه تراغله وی لکیم برابره میره را سر مینه نکی تسی سنسخه نشتا مالوالی نشتا دی یا سپین کاغذ میرا واخست داد میوالا قد که مالگوره چه کلم دی خواهون کور تراغه او آغا غصه که دو بس تبا دا دغه کی ونیسی غاخوکی غاخوکی ونیسی و زور باور که ورده کور دی ودانه سبا میربانه یو دوافتی روز تا گورم یو تورا چرگ ازان سر راولا شکرانه کی وی ویل اغسطا تاویز کار کرده دی مال سنگا ویل وست خواهون را سر جنگ نکی گزار را بانده نکی او تا چی تاویز را کرده مال خدای دی انصاب روزی که تاویز ماویز نو تش کاغذ میدار کرده و خداستا خوله میپی بنده کرده و حکی برابرا دیر واقعی چی خواندور پیغام و مسیج دی کسی در لودو یو شاید حکی برابرا و یو سڑی خپل میرمن تا کسا کولا او لگی داراولا ورته ویلې ښځې ګوره یو خبره تا ته وکړم ګوره زه کله ستړی یم کله مې ذهن کار کوي کله فکر نه کوي کار کله مې ورکم کله بل لګم خو که خدای مکه خدای مکه همیش زه کور ته راغلم او ما خولۍ دلته یخې وه ځان رانه بچوه ځان رانه بچوه چې خدای مکه جنجال جوړ نه شي ښځې ما نیواله ورته ویلې ګوره سړیه که خدای مکه کله ما په سر صادر نه او صادر مې په ملا تړلی و که نه ګوره چې ته کور ته رانشي ځان بچوه خبره دا ده دا په ژوند کې چې دي حکي برابره باید ټکرونه ونه شي ټکرونه ونه شي دا ګوره زه یو خبره کوم وایي بله رایدي وایي یو سړی و هغه وایي چې واده یې کړی و نو وایي دا په سبا باندې صبه مهربانه وایي دې کور ته یې پیشو راغلې ده وایي پیشو راغلې ده چې څنګه یې دا میو کړی سړي رانیولی و غرب 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 والی ده دې ښځې ورته ویلې چې وا سړی دا ولې ویل دا چې څوک زما په مخ کې بې ځایه غږ وکړي نو زه یې دغه شانتې غربوم یعنی ښځې را خپل پیغام ورکوه هغه ورته ویل سړی دا پیشو ده ته خو ماته څه ووایه حکیم برابره ځینې خلک دي په دې اولو وختو کې چې واده وکړي که فکر دي چې جنګ کېږي کور کې که ښځه جنګ کوي که نه بیا مېړه لږ ځان غلی نیسي بیا که کله مېړه جنګ کوي ښځه لږ ځان غلی نیسي جنګ کې بیا د وخت تېرېدو سره داسې وخت راشي چې دوی جنګ کوي ټول کلي غوږ نیولی چې څه خبره زه دا وایم که نه دغسې وایي چا نه وایي واده وکړو دوی سړي به خپل ښځې ته نوم اخېسته بیا ښځې به سړي ته خپل مېړه دي مېړه ته به یې خپل نوم اخېسته دوی ته خدای یو زوی ورکړه بله دې ښځې ویل ای سړی دا څه شو سبا به دا لږ کوڅو کې ګرځي وایي دا دې نوم یې دا دی دا دا نوم یې دا دی دا دې نوم یې دا دی هغه ویل کیسه کېمه اوسه دی خاوند یې ویل مېړه یې وایي ولې وایي زه داسې خبره کوم د محتاج به هم بدلېږي دې هلکه وایي ولې وې دې نه بعد ته ماته دادا وایي زر ته دادي یې محتاج به هم بدلېږي دا لکم زه دا وایم راځئ چې دغه ژبه لږه نه ده لږه ګزاره وکړو زه درته دا یو کیسه کوم کیسه نه بلکې حقیقت درته وایم د صالحې مور دې خدای ژوندۍ لري آمین د ټولو سره زما او د هغې ترمنځ چې کله خبره زیاته نیمه راشي نو موږ ګذشت کوو او موږ ګذشت کوو کومه دوا ده نه مطلب یو بل ته تیریږو سره او سیلا زه پوه شوم چې هغه ملامت ده زه په دې خولې باندې او که هغه پوه شي دا ملامت دی او کیسه خرابېږي هغه خولې باندې لاس کېږدي بیا وروسته چې سره کینو چې ډوډۍ ته نو هغه ما ته وایي څنګه چل دی نن دې شی خوړلی وو زه بیا هغې ته وایم چې شی دې خوړلی دا شی خوړلی بس وایي شیطانو نو یو شی ده د شیطان خو دې خدای کور ران کړي چې اوس انډیوال سوځېدلی خفه نه شي ولې کنه ګوره داسې وایم کنه چې دا هم وجه د شیطان د کور ران شي حکیم برابره په ژوند کې نه ده یو چا واده نه کوو یو هلک پلار ورته ویل چې اوس ته ولې واده نه کوې وایي پلاره واده کې غمونه ډېر دي داسې ورځ راشي چې همدغه تا نه ما بیلی بیا دا میرمن د همدې مور نه مې بیلی تیر څه ورکېږه وایي ګوره زویه لاړ شه ترنه دې پښتنه وکړه هغې ګوره دغه څو کاله کېږي واده کړی ژوند دومره په خوشحالۍ روان ده بیا ته خپله واده کې راغلی تره ته ویل تره ستا دا د خوشحالۍ راز په څه کې ده چې تا واده کړی نه جنګ خوشحالي دي همیش کور کې جنګ باندې نشته ده دې ترې ویته ویلې بچی داسې صاحب ده ځینې کارونه دي کور کې چې هغې سره زه کار نه لرم خو ځینې کارونه دي چې هغه بیا زه کوم هغې سره د ورندار کار نه لري وایي کوم کارونه ته ور سره کار نه لري وایي کور کې چې څه رقم قالین او فرش راوړي هغه د ورندار کار ده څه رقم پردې جوړوي هغه د ورندار کار ده څه رقم مثال فیشن کالی ځان ته جوړوي هغه د ورندار کار ده چا سره مړی ژوندی وکړو هغه د ورندار کار ده څه شی پخې څه شی نه پخې هغه د ورندار کار دغه ده ورور زه جاړو کوي نه جاړو کوي هغه د ورندار کار ده ورور کور ته نیواله مثال خمی ور راځي چاته ورکوي چاته تقسیم هغه د ورندار کار ده دوی ویل کاکا دا چې دا د ورندار کار ده دا یې تا کار چی ده
ویلی نه کنه بچه ما خو ډېرې غټو مسلو سره کار ده. وایي څه شی؟ وایي زه په دې فکر کوم چې دا د اوکراین جنګ کله قرارېږي. لنډه وړکۍ خو دې دمه ډېر درون انسان را سره خبرونه کې مېلمه ده له کنګلې سره پاتې. دا څه کوې کیم برابره؟ یو ملګري کیسه کوله یو چا ملګري کره میلمه لاړم چې دغه ده چې مور بیچاره راغله د تشنام نه ډېره کږه ضعیفه مله بچی غږیې دا دروازې نه بچی ویل ته هغه کاشوکه راکړه زه تشناب ته ځم. کاشوکې باندې څه کوي تشناب دا څه کوي ده خو دا وایي دا زړه مور لاړله بېرته راغله سپین ږیری پلار مې هلته ناست دغېږه که گل خوبانی ملی کاشو که ما در آج زم تشناب تزم داد سال رو دور رو دا کاشو که باند چیه کهی و یه خواب داخل بل ملگر را و غیتن چه رو را تاس بده کاشو که چیه کهی تشناب کی آقوه لیوان نیا ای منگ ده تشناب اگه سویش نده او بچه بی خیدگی خراب شه و ای باقی کاشو که سی و تا دارانو نن منگ سرا دیر درو میلما پخ پراونه که ده هاگ سوگ ده چه سمره صفتی وکو کم ده یا عمری سلویخ پنزوس کاله خپل د وی هیوادوالو په شونډو خنداګانې را وړي خپل وطنداران یې خوشحاله کړي دي خپل د وطندارانو محفلونه یې رنګه کړي دي د جیک چک چک سره ښه تکړه ممثل د جیک چک چک سره یې راغواړو استاذ سیف الدین خندان نن راغلی کنګلې خپرونې ته او د زړه خواله به ورته وکړو. خندان صاحب محترم ستړی مه شې په خیر په خیر قربان. خندان صاحب په خیر راغلی. ازور خطایی چای پای ما تو کرکت ما جور دیدم تفسیر میکنی خندان صاحب. شکر شکر قربان شب خندان صاحب. شکر که جور دیدم تا همیشه آرام خوش با عزت و سربلند داشته باشید. خندان صاحب ستړی مه شې حکیم برابر حکیم صاحب ما را کسی آدرس شما را دادم ما تکلیف دکس کمر دارم امروز بر ما یک ملم بودی زنده باشی. خندان صاحب محترم همیشه خوشحاله آرام سوکاله اوسي وطندارانو که تاسې غواړئ هم کنګینې خپرونې ته راسئ دا شمېره چې ګورئ کولی شئ په دې غږ پرېږدئ زموږ د خپرونې پروډوسر تاسې سره اړیکه نیسي تاسې راغواړي او په خپله خپرونه کې به دغسې اشتراک وکړئ لکه څنګه چې خندان صاحب راغی. خندان صاحب محترم لږ شاته صحیح ښه ډډه واچوو چې په کراره کیسې وکړو. خندان صاحب محترم اول د وطندارانو سره ستړي مه شي بیا به خپله کیسې وکړو. خو یک چیز واضح میگه بی پیر مرو به خرابات هرچند که سکندر جانی اول با بیننده های عزیز نازنین خود سلام و کلام میکنیم. خدا کنه که جور خوش و خوشحال در لباس عافیت باشن همیشه خوش باشین زنده باشین. خندان صاحب دیر من نه قربان دشم کم وقت چه سره معشوم معشومی وی خدای ما زرد ظلمه که چه زوان شم. کلا چه زوان شی سپینگیره شی بله کلا چه سپینگیره شی بیاقا چه دعا کنی چه خدای پاکا خدای آدگاه خانه تاریک خبر برای ما روشن بسازید. آمین آمین. شکل پیغام دوره جن برابر وقت حالا دی منگو تاسو هغه دنیا خکی چی شده ویلی ورورا؟ ما دا ویلو چه خندان سیب تا اغا اول صحنه یادیگی کنه چی دا پا تمثیل کی راه کارا شو. خندان سیب اغا صحنه در تا پیاده دا چه اولین زنی ستیج تا راو خطلی اولی بار که سر استیج ما بر آمدم اما رای استیج بر آمدن یاد نداشتم. از مردم می ترسیدم. از مردم می ترسیدم. ما برام چی رقم احترام کنم بر مردم؟ خندازه جمعه دی؟ باز چی رقم کدی؟ باز دیگه برنامه بود آستاست عادی شدم دیگه پیش ما بیتفاوت بود. خنداز محترم یا شده چی؟ سمر پاچایی دی پا یادی دی؟ خب در دوران زایرخان بگویم عسکری کردیم در دوران باز حکومت داود خان آمد و باز دگاهش آمد دگاه آمد دگاه آمد تا امروز. خندان صاحب در جوان اگا خوشحال وقت دی پا کم پاچایی که دیر تیر کچه دیر خوشحال وی اگا وقتی؟ امو وقتی که در وطن ما صدای تفنگ شنیدن همه شتون امو وقت وقت خوشحالی ما بود. خدای میل تفنگ توته توته کنه. آمین. یو شهده چی خندان صاحب داده کش پش پا وقتی سړی لپ جپی او غربر جوړي
ډیر ملګری لري پختنې کوي بیا لږ چې لخپو نه ولویږي لږ چې کشپش ونه لري بیا ملګري پختنه نه کوي آیا ستا هغه پخواني ملګري چې تا به همیش خوشحاله ول اوس د کله کله پختنه کوي نه کوي یک چیز واضح بگویم اگر شنیده باشی اگر شنیده باشی وقتی که انسان در خانه خود در اولی خود داخل میشه از بیرون که میایه اگر پاکت های میوه در دستش بود از دور معلوم شد دیگه ننه اولادا نینیگه که در بغل گرفته دیگه چی میگه وانا آقا جانت آمد وانا پدر جانت آمد آقاش بیا بگرشه پدر جانش بیا بگرشه امید دید که دستاش خالیس یک دفعه چی میگه چون باش که تو تو آمد مطلب هم داو یعنی چه دک جیبی کنه هر سوک دی خریدار ده و رو را چه جیب خالی و سوک دی خریدار نده خاندان سه محترم یه وقت ستای و تنزو دیر پخوانه او دیر وقت همیش منگو ری دل ده او یو زلی مخی غستا پخلو که دیر خوان که سوم دیم سره واوری خوان تری نخلی و چه کم وقت در سر کرانه ولا پیسی بیا مزار تطلی چه تطلی ما یک تنز جور کردیم برای مصروفیت بیننده و علاقه ترسو وطن داران و خانده اگنی واقعیت نداشته یک وقتی استادگاه موتراد همی دان باغ باغ زنان میگن چی میگن این همیجه بود دیگه من میخواستم که میله نوروز در مزار برم بر چکر به شمیر کلینر گردن پت کردم که بیادارا کرای موتر ندارم مر تا مزار ببرین اینا دیگه کسش یک رقمک برگم چه که پول نداری نزدیک ما نیا و من گردن پت ورزم شهید استاده شدم که خدای چه مصیبت است بالاخره دیدم که موتر آل حرکت میکنه کلینر دستیت بالا شد پالی موتربان مزم زنجیر موتر دست انداختم آزاد در سر جنگل بالا شدم آفرین خبر نبودم که از علی آباد تابوت مرده را بالا کردن من دیگه خبر نیستم که تابوت از خیل صندوق چای کده بیغم سرش شدم آفرین در سر کوتل که رسیدیم سرک پرک پیدا کده غرساس کده تابوت میده شد زیر کردیم که سن بلو خلاف میبنه اروایم قبض شد گایستو میبنم گایستو می سفر دور دراز میبنم خلاصه که در زیر سالنگ رسیدیم امیل لیلیتر به مرگ جوش کرد آها شامای روز از دیگه کلینر تا شد بانت بالا کرد که در لیلیتر او بندازه نظرش که در جان ما خورد خیالش که مرده شده بانت ایلا داد گفت خدای در پر از سازم رجوانده شویده یک دم در گره شد بدو کنه میده ما دیدیم که اینجا کدام کیف پیدا شد من در گره شدم در جای رسیدیم که مانده شد پاش در سنگ خورد افتاد مره که دیده دیگه چی میگه مرده جان به پیر سلام مرده جان به پدر سلام کورتی قلم ساعت کلا چیزی کار داری بگی خو مرا غرض نگی ما دیدم که الهی از ما ترسیده خود کشمش واری پنداندم نزدیک بیگم شا بکش پایسای نخته تا مرا چپلی های پایتا بکش کورتگی تا چیزی که داشت از پیش رو گرفتم استاد نگوش رو گفتم که برا استادت نگویی که مرده زنده شده خوشحال اوسی خاندان سه محترم سره ډیر کیسی لرو وطنداران خو تاسو پاسی ولی دا ډیر درون او په خوانه ممثل لای منګه لاند وړه کوي غوندي دمه لکنګینی د خبرونه سره یا هم خراغ لا کنګینی خبرونه تا او د مرکز ګوندونکو من سره کاکا سیف الدین خاندان هاغه څوک چې څلوېښت پنځوس کاله خپل وطنداران خوشحاله کړي نن موږ سره په کنګینه کې میلمه ده رب دې ورته عمر ورکړي خوشحاله ژوند دې خدای ورکړي دا راته وایي چې خاندان صاحب محترم د نورو مملکتونو د خلکو خندول ډېر آسان کار ده که د افغانانو د خندول ډېر آسان کار ده زما په نظر د افغانانو لږ مشکل ده مشکل ده که نه د دې په خاطر دغه د نورو خلکو خندول ولې آسان ده خاندان صاحب لکه فقر هغې نه لري ځای نه جوړ ده که څنګه هغوی نور مملکتونه دا غمونه دوی نه پېژني که نه خو دا زموږ وطن کې دا حال دی که نه
نور ملګرو دومره سبای د کور نه راوځي تر ماخام بیرته تش راځي چه کار نه بود تو پشت کار بگرد کار بر خود پیدا کن چطور کار نیسته از یک دوتا پیپا پیدا کو او پر کن برو یک یا یک متر صافی را بگی موترها را صافی بزن پاکو یک بیسر پخوام موتروان میه تبرد واکت یو شده یاره کیم برابر آقا پوڑه دی ورنکڑا کنه دی سوزیدلی تا چه دخپی لگ زرا چسته شوه وی ای ازلی را تا چه ولی ازلو ولی دا چه ازلی لارشی لارشی او چه راشی بیا زینا سوزیدلی اطلاکی دلیا پرزیدلی آن زوری دلیا و کڑی دلیا و چیر تلاڑی ویما دا وست یاد ولم رالم او پلا رزنگی دم آرالم تان قربان شم تان اجار شم رالم او دا سیپ الدین تاو را تاو شم رالم ای دیر خشمی چرا اغلی وست فضیدلی دیا پتا چی شیشوی گورا مخ کې د خپو کې تکلیف د وځي یعنی ولا غږ کې تکلیف راوته خبره ته شه دا د سکار ده کنه لالا د غاکم سي دی الله پاک حکیم سي برابر ته ډیر عمر ورکی امين زه ته خوشاله ما ولی بیا دا وی را کړی دا خو لټکړې ما تاثیر کړی دی یعنی دا سب السلام علیکم وعلیکم السلام محترم الله دې خوشاله کړي زه دا بچین کې د تور چیزاره بر ما بیا دندان ندارم ما زاندنه قربان کوم که جهان دنه قربان هاي هاي زاندنه قربان کوم که جهان دنه قربان کوم زویم چې ټول دنه قربان کوم زانګا ټول دنه قربان وا ډیر خ ډیر خ ډیر خ یو شه دا ګوره خ سوزیدلیا جان نن هو ګوره چې سره کوم درو سړی میلم ده بالکل ولی دې خبرونه ته ټول درانه خلک راضي بشک نوروره ته یو درون پخله نن وکا درو پخله با مالته خواغه خندان سیویل چې ما غخونه نشته مطلب فیرنی ولا پخه کا یا فیرنی یا شولې ته لاره جوړ کړی خندان زه په خړو کې چی خوخیږي ولا فعلن فیرنی سمدا فیرنی ورو آسانه ده شود دی ورو ورو فیرنی پاکټونه هته په خول خو پیږي کنه ډیر آسانه مالته کې کیم برابر خندان زه محترم و یو خزه په دین نه پدله چالوا سره هم پخیږي بے خپل دام سایه سره جنگو کو درسو د الوا په خیدل زګی غیته ویل زازا کته خزا ولې الوا کې بده مالګه نا چولا مالګه بده چولی وا او هغه زلی و نه الوا کې څوک مالګه چي دا بیر د دیوان لکه ته کې شو کو سست لا شه یو خسته فرنی فرنی چې شه دی ولې کوم کې سده کوله څنګه قسم دا کوله کنه چې خندان سیب دا فرنی چې دا کنه دا رنګه په حکم او کده سپینه په حکم او کنه سي هغه به خندان چې خپله درته وایي زده یم خندان ساده پخه کوم وایي که رنګه یې جوړه ولې رنګ دې د دلم چې معلومېشه معده چې ده کنه معده چې ده معده بیا لوی دا څه وایي وایي که ته سپینه راوړي فیرني که تور او که هر رقم زما خپل انډیواله پوه شي خېټه کې نه معلومې چې دا کوم رنګ ده په دواړو سترګو بادامي فیرني برته راوړم زنده باشي یو شی ده خندان صاحب په ژوند کې ځینې وخت انسانان په ځینې کارونو پښیمانه سي یو کارو کې بیا پښیمان چې اردامې چټي وکړو تا په ژوند کې داسې کوم کار کړی چې بیا پس پښیمانه شوې چې اردا کار مې چټي وکړو والله ته رب څهکې د در کار خوب کسې پښیماني نه میکنه اگر میکنه در عمل بد احساس پښیمانی حتمي میکنه بالکل خندان صاحب محترم تاسو سره خو د ژوند ډېرې تجربې دي یو عمر دې په دغه برخه کې کار کړی لوبېدلی خندان صاحب کومه تجربه تا سره ده چې هغه موږ سره شریکه کړي چې هغه لارې باندې موږ هم لاړ شو او کومه تجربه در سره ده چې هغه کار باندې هغه لارې باندې موږ لاړ نه شو چې بیا تاوان وکړو رزق روزی بنده ها همه دست پروردگار است بشک کسی را از یک را کسی را از دیگر را کسی را از دیگر طریق مقصد رزق پروردگار مهیا میکنه ما گفتن نمیتونم کال تو این کار ای تور کوی کار ای رقم بکن من نصیحت کردم نمیتونم کسی را چرا تا بال خودم اصلاح نیست من نگوز دیگر چی نصیحت کنم واه 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 خنده سب اولین دراما یاد ده چې کومه ډرامه کې کار کړی او کوم اولین فلم یا اولین ډرامې ما یک وخت یک تیاتر سیار او څو کلن وی دغه وخت کې بله د طالقان ما یک برنامه را گرفتیم د سینما کار میکردیم تو اعتبار کو مردم انقدر احساساتی شد
هر قدر نفری که در سالون ششته بود دسمالش در چشمش کلش از یک سر گریه میکرد. من نقش بابا جنبور کار میکردم و او به نام قسیم قمارباز بود که یک قمارباز امشیره خود در مقابل پول قرض قرضداری خود امشیره خود بر بابا جنبو میده و این بابا جنبو لرزیده یرم میبره و خب باز در آبا چی میکنن که یک نوکر چالاک میداشته باشه ایواز از این کارو سد دولی بالا کنن همین نوکرش دولی بالا شد و جا میرن که دولی رواز میکنن که زیر پلاو مولی برام خندرز یو شده جون که از این وقت حدثی سری سرم خامخ شی کلا پا جون که غلو نیوله ای؟ چی چیه؟ غلو چی تلاشی کرده ای؟ هر شای در نگه چیزا گفتن امیدان بخاطر از این در اینجا خطور نشده مگر در تکسی یکان وقت میگا جیبت یکان چیزا میبرینی نه یک قسم ای دخوراشه ای دخوراشه کمی رفت که باز لاسون پورت که فقط در جیبا چنگاتی را برست باید بفامی بر شفر دیهان دیوان در سرحد نخواتیر شو جگه که مرد دل تراشده خنداد سه محترم یو شهده چی تو یو خب لاری پخپل ذهن و فکر کی که یو خب خواندی خب لار زما پا نظر خده خب لاری ولی چی خب لارم گوره داخم دخده یو لوی نعمتی اکیم برابره یو شهده چی خنداس محترم په اولادونو کې هم څوک ستا په نقش قدم څوک غواړي چې تمثیل وکړي هغه هنر هغه جوهر پکې شته که نشته ده هېڅ کس جای کسې واقعیت دول دا ډېر لویه دنیا ده خنداس صاحب ځانته پکې ځای جوړوی سي خو د چا ځای څوک نشي نیولی خنداس صاحب محترم ستا موږ ډېر واړه واړه ماشومانو چې ستا طنزي شعرونه موږ د ټایپ په فیتو کې اورېدل سګریوتی نیم سوختره مه بیتول مې زنم کرمبول مې زنم از دست گشنگی سرش کم خود ما دول میزنم کرمبول میزنم حقا تنزی سندر ندی دست کم دانه پا یاد چی اگه دانه وای ورود و تندار سر خوب امیر امیر زمزمه میکنیم بردم وقت نمی کافی ها مردم که میشیش باز یکام تختی کرمبول ماندگی به تا بگم این نوجوان های ما ده اونو کرمبول هسته بودن کار نه روزگار نه بازی پسان و لورکاش برآمد که میزنن همیش برآمد دیگه باز من یک روز همه طور شده بودم که بچه ها میرم میزدن فکر و ذهن من طرف از یاد شدم به یادم آمد که به یک چیز راجعی به یه جور کنم قلم ورداشم نوشته کدم خنده سب اما اقل تا اپری کنی سا یو لنده وړکۍ غوندې دم اخلو پس له دمې به تاسو دا طنزي سندره اورئ لنډه دمه ښه راغلاست تلویزیوني خپرونې ته او د لمر تلویزیونکو په دې هیله چې خپرونه تر پایه پورې وګورئ موږ سره ډېر تکړه پخوانی ممثل او موږ او تاسو پخوانی هغه څوک چې همیشه وطنداران خوشحاله کړي دي ډېر تکړه ممثل چې څومره صفت وکړي کم ده حاجي صاحب سیف الدین خندان واقعیت خدای دې ورته عمر ورکړي مخکې دې طنزي سندره ویلې بیا هم دم واخیسته ښه طنزي سندره در کنج کافي ششتم کرمبول میزنم از گشنگی در شکم خود دول میزنم گاهی کنار جاده و گاه دان سینما گاهی کنار جاده و گاه دان سینما سگرتای نیم سوخته را به طول میزنم کرمبول میزنم در کنج کافی ششته کرمبول میزنم از گشنگی در شکم خود دول میزنم مکمل شعر حافظه من نمانده در اگه کم سر شبرتون زمزم خواندو که خندان سب یو شعر دو یو بل شعر دیمو یو وقت خواه بندیم دیر خلق وطنداران اوریدو ما دو تازن دارم تخبل دو تازن لری؟ نه خاک دارم همی یکی را شکم شسیر کنم افتخار میکنم تو در قصه دیگه هستی خط نور خلق بدی خپا که ما دو تازن دارم دقا شیر لگ لگ زمده بکوه لشی اتاق پل شیر ده خب تا که از چیزی کسی درد نبیند با او بارا چیزی نمیگه ایچ اتمی ما درد از دیر دیدیم بشک میگه یک نفر
بر یک نفر گفت بیا در اگر میخوای که روزت خوش شوه گفت یک زن داری یک زن دگام بیگی. آفرین. گفت چرا؟ گفت دتا یعنی خدمت هم میکنن دگام. این مردک پیسه دار بود و رفت یک زن دگام گرفت. حال یک شب در دروازه زن سابقه خود میره دروازه را قایم کرده برو پیش زن نوکیت میگه. اونجا که میگه دروازه را تک تک میزنه میگه برو پیش زن کونید. این مجبور شد بیچار آمد در ماجد خواه شد. نیم شب است که از اون سو صدای تخ تخ بر آمدی از جای خیز که بیادر کی هستی؟ گفت ما اونمو آدم هستم که تو را گفتم دیگه زن بگی. گفت خدا خوارت کنه. وقتی که مرا دو زن سرمه گرفتی و آخر جای ما در ماجد شد چطور چه رقم؟ گفت من این گپ از این خاطر بر تو زدم من در ماجد تنها خواه می شدم یک اندیوال پیدا کنم. خدلان صاحب، اوز کولیشو چه حق زمزمه هم وارو مدو تا زن دارم. سرنای در بغلم دول بگردن دارم مدو تا زن دارم مدو تا زن دارم سرنای در بغلم دول بگردن دارم مدو تا زن دارم مدو تا زن دارم. دیگه اوهای شب بنده های شبه خاطر نمیگیم که بعضی از سیاسرها سر ما کار نکنند. اینه یکیش خاطر حکیم برابر بگی یام دو زن هست. بر خاطر حکیم برابر هم یک تشبک یک بندشه که بشنوه. خب اگر یاد میداشتم میگفتم دیگه حال چی ما رو شلم میدیدیم. دیدی بخاطر ازی بخال ما هم که حکیم برابر جنگ دارم که دو تا زن دارم. بخزو خوانده خوده دی خوار که وا اریو کار دیوی په منډه خدای دې خوار کا هی کدی لس خزی وی ځان تکې نولې د څادر شکې د لڅنډه خدای دې خوار کا حکیم برابر برابر وای د دوو نه یو خوا ها چې دې کړې و یو کونډه خدای دې خوار یل ثواب دې ګټو. حکیم برابر یو شه د خاندان سه محترم دغه د نورو ملکونو ممثلین چې څومره زړیږي پخیږي بیا داسې ورځ راسي چې خپل دغه نورو وطندارانو هیوادوالو سره چې څوک مثال بې وسه بې توان هغې سره مرسته او کومک کوي زموږ ممثلین بیچارهګان تر اخره پورې خپله نه دغه کیږي دا ولې هېڅ نشو کولی چې یو بل مسلمان سره یا وطندار سره کومک وکړو. والله دیگه یک ذره قدر نیست. خداوند کمک بکنه، مدد رسانی کمک پروردگار بکنه. دیگه همه طورت من میگم در ها تیر میشه از پشت سر. ای ای سر تشخن میزنن تو میگی کمک کنن. کمک چی؟ های های وقت یو شده وطنداران و دقیب خاطر دا چه تاسو گوری دا حقا دی دستیج بسر یا تمثیل کهی دا ممثل بیچاره خود دو ژونده لري، یو د سټیج ژونده یو شخصي ژونده. دوی په شخصي ژوند کې هسې نه وي چې سره هم په سټیج باندې ولاړي او هملته مهلته مسي. نو واقعت هغه کومک نه وایي تیرې خاندان صاحب وایي چې دا مله نورشخان دی. نو خاندان صاحب محترم، دا خو همیش وطنداران خوشحاله دي چې تا خندولی دي. کور دې ودان، په کور کې څنګه یې؟ د کور په کارونو کې لاس تاوی بی بیاجی سره کنه تنه بی بیاجی لګیای با خدا. اگر راستی پرسان کنی دی نه می باره اگر درگک تیار خور هستم. هیچ دمی کار خانه دست نزدیم. آل سر ما یک در مریض سر ما انتقاد میگرم. مرا میگه تیار خورا مختل شدی ده اکیز دست نمیزنی. میگم نکدیم دیگه چطور. گوره خندان صاحب من ښه وایزه تیار خور مرو را که چا راوړله مخې ته راته کېږي خورم یې که نوره قرار سم ملم خلاص. خندان صاحب داسې کوي حکیم برابره وایي چا نوي کالي واغوستل ډېر لږ شپشه نیواله حرکت یې وکړ وایي چېرته بیچاره خپه بنده شوی مخامخ داسې چکړو ویاله ول هم دې کې ولیدلی چې ولیدلی بیرته کور ته راغلی ښځې ته یې ویلې ښځې کالي راکړه. هغه ویل نو تا اوس کالي واغوستل که نه ولې وایي دا نه ګورې په چکړو رنګ رنګ شو. هغې ورځې کتلي وایي نو ته سترګې لړې ته ړوند دی خاوند یې ویل خود ړوند دی ویل وایي نو که ړوند نه وای ما تا سره واده کوو. خندان صاحب محترم، داسې کوم د ژوند کومه بله جوړه کوي ټوکه چې وطنداران سره هم شریکې که نه ایره ګوش کو
میگه کدام داماد بود؟ در خانه خوشوی خود رفت. آفرین. در خانه خوشوی خود رفت، خوشوی شکنی دروازه رو باز کردید که دامادش هست. سر شماد کو، ابرو شماد کو، بسیار خوشحالی. آه بچه ها گفتم مرغ حلال کو. سید بچه از این دوید و خراز اگر برازگی حلال کرد. امی داماد گفت خاله خوب کار نکردی. گفت چرا؟ گفت از خاطر ما هر چیز که می بود می خوردی، معلوم مرغ بیچاره را از خاطر ما گرفتی کشتی. چرا دور کردی؟ یک دفعه خوشو برش میگه که مرغا صدقه سرد شوند. تو زیاد دستی ها مرغ. امیال ما اینطور فکر میکنیم که یک مرغ ما را سگ خورد. ما جی خدمت بود که سه تا پیش هم سه دانه را فامید سگ خورده بود، فکر می کنیم یکی دیگه شما. خدمت زب دیر منه نوطن داران و پاس شوید اخبرونی سرا دیر درون انسان ها سرا دا لند و وڑا کئی گوندی دما لپنگیلی سرا. خراغلاز کنگینی اخبرونی تا او دل مر کنگینی دون کو یا هم کنگینا اگا هم دو اجی صاحب سیف الدین خندان ډیر لوی ممثل ده، ډیر لوی منګو تاسو نرمند ده، او هغه څوک ده چې سلویخ 50 کاله د خپل وطنداران خوشاله کړی دي. خندان صاحب محترم، د ژوند د جالب خاطرې ته خو پروګرام هم ډیر تلی، کله د ژوند د جالب خاطرې د په ذهن کې شته ده چې یاره دغه ډیره جالبه وه؟ یو وخت وایي زموږ یو بل نرمند و، هغه موږ دا کیسه اورېدلې، موږ لیدلې نه ده، وایي دا خر نه ده، خر به یې په اولو کوو. داریخ دیاده؟ این را در خاطره بگویم خود پشت خود بالا کرده، ما در پشتم بالا نکردیم. ما مالتالی دل ایداد دیم؟ ما دیدیم با چشم خود ندیدیم. من خود دل مالمان قصه را دل تا پشت رو گلیدیم؟ نه ما دیدیم. ما دیدیم کامتور. کتار رقم پالوان که روبروی میشدم و نامدار پالوانای میخواهم. از چه بخندان دیدیم را قویو؟ گورا حکیم برابره. و سنه چه دیتا مانی والا پوڑی ورکڑی وار. خد چه پختن لاری وای خاندان سیب نا؟ خاندان سیب؟ خاندان سیب؟ سایب نشنوام. داگه شانتی غک کهو کنا. ما ویل چی کل دی لمری تنخواه خستلا. پا اغا وقتی چوم را خوشحاله وی؟ ولای قدر خوشحال بودم فقط مثل روزای دواری. سو روپای وی؟ یارا سیر پا بود بگو دیر شپای در طول یک ما سیر پا. او خندان سیب دا ولی نی تنخواه دی مرجان تا ورکڑا که بی بی آجی تا ایچه رنگ بوت هم نشد، رنگ بوت خریدم. با؟ دا سنگ تنخواه دی؟ یوی میاشی تنخواه باندی دی یو جوڑ بوتانو رنگ نکیده دا سرخم بوتانو خندان سیب این بوتای عسکری که دپای میکدیم یک بوتال یک پای شیله رنگ میکد. خندان صاحب، الله دې ټولو میندو ته عمر ورکړي چې ژوندی وي، که مړي وي خدای دې وبخښي، او که مریض وي خدای دې صحت ورکړي. یو شی ده خندان صاحب محترم، د مکتب په دوره کې کوم مضمونونه ډېر ډارېدلې چې یاره نن نظم ورکړه، که دا تاریخ ده، نن جغرافیه ده، نن ساینس ده، یاره نن ځان پټوم، کله مکتب نه پټ شوی؟ والا دو جام شوخ بودم یک ذره. اول خو جای بود و باشم در آخر سنب بود. کدام روز نیکبخت می بود که ما آرام در چوکی میشتم اگر نه یک لنگه استادم می کردم. همین جزا بود و جزا. خندان سیب بیدی. خوشحال آسی. خندان سیب را با شلک در دی که هنر کسون الگ دی خواه کور طرف وعده دی خپل پزر کرده که دمور جان پزر. والا این بزرگای ما چیزی که هدایت دادن، ما از امر بزرگای خود سرکچی نکردیم. همین خیشاشان بود، گفتن که تا به مردم بیگانه دادن چرا امی امانت در خانه خود ما باشه. میگه گلم تا جای بفروش که خودت سرش بچینی. بشک خندان سه محترم، آقا وقت ستاسو پا وقتی ولور چمره و تا چمره ولور ور کرده و چیزی از ما پرسان میکنی که خنده داشته باشه. یک قران بالا 300. چی؟ یو قران ده پاس 300 ولور. دا و ساگه وقتی دیری وی لگی وی بیالی پوره کو 2 لک 8 لک
شش لک هفت لک در هتل میره یک زنکه فامی در پینجا لک سی لک بیس لک تمام میشه آب. شکر بکش ما دیدیم با این چشمان دیدیم وقتی که رفتن در سرم میزن کار ششتن مردمات پیش سوال کرد کاکا اقمار چقدر میگیری از اینا یک در اگه که انصاف بکنی یک دفعه صدا کرد که 80,000 دلار $80,000 به خاطر از اینکه بچه بیچاره نو رفته بود خارج خیلش که اونجا برگای درختا کل دلار تیکنده میره بر مارایی میکنه باز که نان پخته کنم اون نان فهمیدی ببینی نوکشیست و نوکشیست که بگی چرا میگه من روغنی جور میکدم این ساده جور شد دیگه او 80,000 بزن و بکن و بزن و بکن و بزرگ کوزاری که آخر ده 25,000 فیصله شد خندان سه محترم الله خود جونده لرم من گو تاسو دیر خخ و ممثلین لرو خندان سه استاد خوخی ممثل سوگ ده چه همیش غواری اغی سر نقش و لوبه اغی سر پیوخ پراونه که کارو که او تو پزرکی ور سر خوشحال و سی ولی راحتو سی او تعلق با هر کسی را خیال خود نکو که از رمز دل ما میفهمی همون قسم سوال میکنی هر کس باز نمیفهمه وقت ما فرض مثال ایت من نمیفهم که شورنه خود چی رقم پخته میشه یا جوش داده میشه که ما رقم یک دفعه پرسان شورنه خود از ما کنه ما چی بگویم آده ما خود نمیفهم با پختن شورنه خود ما بلد نیستم وقت و خودت میفهمی که ما چهار روز تیر کردی از رمضان خبر خندان سیف تا دی خدای عمر ورکی خندان سیف محترم کله سی وخت راغله چې وعده یا خیرات تل پردی بوټان دی په پو کړی نه یو تر خو نه شده خو د قری ما یک نفر بود یم جای که خیرات میشد هم اونجا حاضر بود جایی که مرده میشد باز برو که در قطار ششته به خاطر اسقاط گرفتن یعنی هر جایی که میره فیره یک در پا میدادن بازوستو میره با غم غم میکد از اونجا تا ایجا آمدم آخرم دار پا دارم یک روز در کدام آدم معتبر مرده بود رفته ششته بره یک پاکت از سجده دادن تقریبا 3-4 صدر پا ما بینیم بود یک اون طرف رفتم دان پاکت کواز کرد بید که 3-4 صدر پا دیگه چی میگه یا نه مرده نر هر کس پای خود در آن میکنه خرچی یک مای ما داده خندان سیف دیر مننه چی راغلی خپراونه دی خیسته کرده تل خوشحالا ارام سوکالا جواندو لری پا پای که خپل وطندارانو تا که هر سو پیغام لری دی کنگینی دی خپراونه کمرای تا پا خدمت کرده از وطندارای نازدن اینو خود امیره پیام میدیم که باید هر کاری که میکنن در وطن خود بکنن نفروشین خانه و باغچه تانه نفروشین ملک پدری تانه پاسپورت جور کن باز میری که با میرم خارج از نیمه راه ما در رد مرز بشه باز اینجام که میای جای ششتن نداره و خانه پدری شام رفت در به در خاک به سر بلیاز خدا نره دیر خب پیغام بل خوشحال آرام ژوند لري خندان صاحب وطندارانو دا وطنګینه خپرونه چې تاسو ولیدله د لمر تلویزیون نورې خپرونې تعقیب کوئ زموږ د خدای په امانی تل خوشحاله آرامه اوسئ